خانم رقیه رضایی عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستن. خانم رضایی، خبرهای اینچنینی بسیار زیاد شده همین هفته گذشته، من چندین موردش رو خودم شخصا شنیدم. فکر می‌کنید آیا به چه صورت است؟ آیا آمدانه این اتفاقات صورت می‌گیره یا سهواً صورت می‌گیره و پیامدش در هر دو مورد چگونه خواهد؟ سلام به شما بینندگانتون. ببینید قطعاً این در واقع تکرار پذیری که ما داریم میبینیم، این که نیروهای مسلح، نیروهای نظامی و انتظامی نظام جمهوری اسلامی این کار رو بارها و بارها دارن انجام میدن. همین الان من میتونم چند اسم رو برای شما در واقع نام ببرم که در همین چند ماه گذشته به همین شیوه به قتل رسیدن. این نشون دهنده این هست که در واقع یک نوع قتل ساختار یافته، ساختاری و سازمانمند در جریانه. یک موضوع سیستماتیک، ما با یک مسئله سیستماتیک مواجه هستیم، با مسئله‌ای که در واقع ناشی از نگاه حکومت و مزدورانش، یعنی کسانی که وابسته بهش هستن و ازش حقوق میگیرن مثل نیروهای مسلحش و نیروهای پلیسش، به مردم مواجه هستیم. حقیقتش این قضیه من رو به یاد تحلیلی میندازه که جورج آگامبن، فیلسوف معروف ایتالیایی، از در واقع جوامعی که ساختار اردوگاهی دارن مثلا جامعه فاشیستی ایتالیا یا دوران نازیسم در آلمان میندازه. ایشون یه موضوعی رو مطرح میکنه، یه مفهومی رو مطرح میکنه مثل هوموساکر، یعنی افرادی که قانون بر اونها اعمال میشه ولی قانون از اونها حمایت نمیکنه. ما در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که داره تلاش میکنه به توتالیتاریسم تبدیل بشه، شاهد این هستیم که شهروندانی که با حکومت وابستگی ندارن در واقع به عنوان هوموساکن محسوب میشن. اگر که کوچکترین خطایی ازشون سر بزنه، اگر اعتراض بکنن، اگر که در واقع مقابل نیروهای پلیس بیسن، حتی کوچکترین چیز، یعنی که از حق خودشون برای شادی دفاع بکنن، مثل اتفاقی که در کرمانشاه افتاده، نیروهای پلیس این اجازه رو در خودشون میبینن که به اونها شلیک بکنن. ما در ایران قانونی داریم به اسم قانون استفاده از سلاح در مواقع اضطراری توسط نیروهای مسلح. این قانون مشخصا داره میگه که فقط... حالا من صحبتتون رو قطع میکنم. مورد اول بحث مواد مخدر بوده، شاید برای حلقه نزدیک خود حکومت قابل قبول باشه. در مورد دوم، در این موردی که در کرمانشاه رخ داده برامون بیشتر بگید، در یک برنامه شادی خیلی کوتاه. ببینید حتی در مورد اول هم نیروهای مسلح اجازه ندارن همچین کاری رو انجام بدن. اولا بحث در واقع بحث مواد مخدر در خیلی از این موارد مطرح شده، به نظر میرسه بهانه‌ای که دارن میترشن برای اینکه توجیه بکنن کار غیر قانونی و غیر انسانی که دارن انجام میدن. اما در مورد رقص و شادی ما بارها و بارها دیدیم که این حکومت در واقع دشمن زندگی، دشمن شادیه و سعی کرده به انواع طریق ممکن مانع از این بشه که مردم زندگی نرمال خودشون رو داشته باشن. چون اگر مردم زندگی نرمال خودشون رو داشته باشن، خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، برای آخوندها در جامعه ایران جایگاهی وجود نخواهد داشت. از اون جهت هم هست که در واقع ما شاهد این هستیم که اینگونه با شادی مردم مقابله میکنن، اینگونه سعی میکنن مردم رو در قالبی که خودشون میپسندن و خودشون حتی برای خودشون هم نمیپسندن ولی برای جامعه میپسندن بگنجونن و اون رو به مردم اجبار بکنن. خانم رقیه رضایی، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا.